And economy has been growing extraordinarily rapidly. موردی که باید یادآور شوم این است که اقتصاد افغانستان طی 10 سال گذشته رشد سریع و چشمگیری داشته است. بر اساس ارزیابی هایی که در این زمینه انجام شده است، ما شاهد رشد 9% اقتصاد افغانستان در هر سال بودیم که این واقعا رشد بالای اقتصادی را نشان می دهد. بخش مهم رشد اقتصادی افغانستان را کمک های کشورهای دیگر و سرمایه گذاری کشورهای خارجی تشکیل می دهد. طرحهایی را که بانک جهانی در نظر دارد نشان دهنده آن است که رشد اقتصادی در افغانستان با کاهش کمک های اقتصادی در این کشور از سوی دونرها کاهش خواهد یافت. Growth rate may fall from 9% over the last decade to something around 5-6% over the next decade. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم، همراهی مان کنید. این قسمت برنامه را با دیدگاه دکتر داوود یار، رئیس عمومی بخش اقتصادی وزارت امور خارجه آغاز میکنیم که واقعا دیدگاه جالب نسبت به اقتصاد افغانستان دارن و حتی اقتصاد افغانستان به اقتصاد قمارخانه‌ای تشبیه کردن. خصوصیت دیگه اقتصادی است که این اقتصاد یک اقتصاد بسیار بزرگی زیرزمینی داره. تقریباً 50-60% جی دی پی یا آید ناخالص ملی ما شما متشکل از فعالیت های غیر قانونی به شکل من جمله مواد مخدر و قاچاق. برای علاوه اقتصاد میزان ظرفیت اشتغالزاییش بسیار کم است. این در بچلا جامل رو میگن در اروپا و آمریکا با درختهای کالا میشه بهتو به یک واقعی میشه اقتصاد رشد نمیکنه. بیشتر گفته که همین سال گذشته 8.4% اقتصاد رشد کرده، اما شما اگر شما به شکل عادی بازار رو میبینید تعداد اشتغال کمتر شده. کسایی که از بخوت ها از بایتون ها فارق بیشن کار پیدا نمیتونه و حتی کسایی که کار داره بنابرای تقدیل حکومت ها امیال شروع شده یا اقتصادی شروع شده اینا وظایف خود از اصلاحه. بنابرای این که ما در طول 10 سال گذشته 15% به طور افسک یا 10% به طور افسک روش داشتیم، با وجود که جنبه‌های خوب داره هم متاسفانه نتانسته که مقدار اشتغال رو که در حالات عادی میتونه اقتصاد ایجاد کنه او رو ایجاد کنه. اقتصاد است که و اقتصاد قمارخانه بسیار شباهت داره. اقتصاد قمارخانه اقتصاد است که در اونجا قمار روزمره میتونه که بسیار عاید زیاد داره، اما در مدت طویل قمارباز همیشه میتونه و متاسفانه همین حالت است که ما امروز سرمایه گذاری های طویل مدت هست از طرف سکتور خصوصی در افغانستان نمیده، چون عدم اطمینان در باره 10 سال آینده وجود داره. یک سرمایه داره که بخواهد سرمایه گذاری کنه از طرف از این که بهرهش 5 سال بعد یا 10 سال بعد داره داره اون واضح نمیشه. بنابراین چیزی که میشه سرمایه گذاری در ساحات تجارت وارداتی و احتکار میشه، باید مال آقا میشه، باید قیمت نگاه میشه، باید قیمت بلندتر فروخته میشه. اول سطح عمومی عاید در کشور نزول خواهد کرد. این نزول عاید اقشار مختلف نفوس را به طور متفاوت متأثر خواهد کرد. دوم پایه رشد اقتصادی که فعلا 8.4% تخمین شده به طور مسلم پایین خواهد آمد. اینکه به چه اندازه پایین خواهد آمد او باید دیده شود و حسابهای داده شود. متاسفانه غالب مسائل تئوری اقتصاد از اقتصاد بعد از واقعیت است، بعد از که اگر آتسته میشه با تو سر دیگر پیزیدیم هم پیش از اقتصاد مشکل است پیشبینی دیگه که من میتونم خدمت شما ارز کنم سطح بیکاری سعود خواهد نمود. تاثیر این افزایش به بیکاری به نفوس شهری و دهاتی متفاوت خواهد نکسون آدیتی دیگر که آره میتونه انتظار داشته باشه نزول آین و کاهش فعالیت های اقتصادی مشروع میتونه سبب شد تا خسارتی که از این آقای متأثر میشن در سبب یافتن منابع عایداتی و اشتغال بدیل برد. این هم میتونه آنان را که با عایدات بلند و شیوه حیات مصرفی دوران حباب اقتصادی عادت کردن
به سوی فعالیت‌های غیر مشروع جمع داره، تولید و ترافیک مواد مخدر، قاچاق، رشوت، بازرسانی، مهاجرت‌های غیرقانونی و غیره نتایج غیرقابل پیش‌بینی و بالقوه این حالت می‌تواند بر ثبات سیاسی، قانون و نظم عام، امنیت و حکومتداری بس نگوار. حتی توجهتان را مبذول می‌دارم به سخنان اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بر تاثیرات خروج نیروهای خارجی بر اقتصاد افغانستان. یقینا هر مشکلی که ایجاد میشه فرصت ها را هم ایجاد میکنه و می فکرم که با توجه به امکاناتی که ما داریم فرصت های ما اگر محدود هم است باید استفاده از این اشیا بگیره. فرصت هایی که به دید من بسیار بجسته هست و قابل توجه است به صورت فشرده خدمت شما ارائه میکنم. فرصت دستیابی بر زمینه های رسیدن به خودکفایی و دریافت حالات حق مالکیت در تخصیص و توزیع منابع، البته ای خود ازی یک انگیزه برای کار بیشتر و دقیق‌تر نزد مسئولین و بستندکارها ایجاد میکنه. تجربه کشورهای دیگر نشان داده کشورهایی که بیرون برآمدن از زیر فشار کمک‌های خارجی معمولا این توانایی ها پیشان پیدا شده و این در واقع یک فرصت است. این انگیزه میتونه بسیار ما را در موقعیت های قرار بده که احساس حق مالکیت کنیم بر ارزش ها و داشتهای اقتصادی خود. تأمین نسبی زیربناها هم از قانونی و فیزیکی پی سالهای اخیر به شمول رشد نسبی در فتای بشری که دستاوردهای ده سال گذشته ما هست، علالوصف ناکامی ها، علالوصف مشکلات و عدم کارایی مؤثر منابع بین‌المللی، باز هم در زیر ساخت ها، در طرح قوانین و در زمینه سازی ها کارهایی که صورت گرفته به عنوان داشته های ما هست. حضور بالقوه افغانستان در سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی که جناب استاد سیحون در این رابطه صحبت خود کردن به اعتقاد من یکی از داشته ها و فرصت هایی که افغانستان داره و میتونه ایده در معادلات اقتصادی از او استفاده بهینه بکنن. داشتن نظام اقتصادی مناسب که متضمن رشد اقتصادی کشور هست. یقینا اقتصاد بازار به عنوان سیاست اقتصادی بیرون برآمده از تجارب تاریخی و تجارب کشورهای مماثل برای ما یک فرصت بسیار خوب است و این باید استفاده شود. تعهدات جاده جهانی مبتنی در تداوم حمایت سیاسی نظامیشان که بحثهای همکاری ها و موافقتنامه های استراتژیکی را تضمین میکنند و مساعدت های مالیشان که وعده کردند که به هیچ صورت قطع نخواهد شد و یک تای حدود را مبتنی به نیازهای ما این کمک ها هم دوام خواهد داشت. جابجایی یک سیستم مؤثر و قدرتمند مدیریت منابع مالی و عواید کشور که ما در همکاری وزارت محترم مالی را تبریک میگم، واقعا ما در جریان 10 سال گذشته توانستیم یک مدیریت قوی منابع مالی را در وزارت مالی افغانستان در شعب مربوط ایجاد بکنیم که این یک قسمتی از مشکلات ما مخصوصا در تامین منابع مالی میتونه کمک بکنه. از این بابت به عنوان یک فرصت و داشته تذکر میکنیم. منابع طبیعی دستنخوردی افغانستان، بحث منرال ها، اجار قیمتی، نیمه قیمتی، گاز، تیل و غیره به شمول منابع آب و ارزش‌های محیطی زیستی ماست که به عنوان داشته‌های بسیار بزرگی که ما می‌تونیم بحث‌های آینده اقتصاد افغانستان و مخصوصاً تأمین زیربنا را به این متکی بکنیم که این نهایت با اهمیت است. فرصت‌های زیادی وجود دارد که افغانستان وقتی که ما چالش مطرح کردیم ما می‌تونیم که فرصت‌ها و زمینه‌های مساعد و ممیدی هم برای این پیدایش وجود دارد که افغانستان هم رقمی که همه کشورهای جهان تدریجاً و به طور مثمر و مؤثر توسعه اقتصادی را به عنوان یک فرایند تجربه کردن، افغانستان هم مسلماً میتونه وقتی که چین میتونه، وقتی که هند میتونه، وقتی که کشورهای دیگه میتونن، وقتی که اتحادیه اروپا، نفتا و آسیان همکاری میتونن کردن، چرا افغانستان نتونه این همکاری اقتصادی را تبارز بده و این همکاری اقتصادی را نتونه مثمر ثمر بسازه؟ فرصت ها و چالش ها و بحثایی که در این مورد به شکل پیشنهاد